د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تیرو 24 ساعتونو کې د هېواد په کچه د کورونا وایروس 259 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. یاد وزارت چې هر شنبه خپرې شوې شمېرې ښیي چې مثبتې پیښې د 619 مشکوکو نښو د قتل کېدو پایله ده. له دې سره هېواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې 5225 تنو ته رسېږي او له دې ډلې 648 تنه هم روغ شوي دي. دا ځل د کرونا د مثبتو پیښو تر ټولو زیات شمېر په بلخ، کندهار، کابل، تخار او ننګرهار ولایتونو کې ثبت شوي. در 24 ساعت گذشته ما نشانهای بسیار جدی از وجود تهدید و افزایش سطح تهدید داریم. 619 شهروندی که مشکوک به ابتلا به کرونا بود در لابراتوارهای مختلف نمونه های لابراتوریشان مورد آزمایش قرار گرفت. 259 واقعی مثبت شناسایی شده. از بین 619 سمپل 259 واقعی مثبت. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي 15 نور افغانان له کووید 19 ناروغۍ مړه شوي، 24 بیاتري روغ شوي چې د مړو شمېر 122 او د رغېدلو کسانو شمېر 648 تنو ته رسېدلی دي. په هرات کې 2 تنه، لوګر کې 1، جوزجان او سمنګان کې هم 1 کس د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. 5 واقعي مرګ و میر در 24 ساعت گذشته داشتیم و 42 هموطن ما شفایاب شده. با این حساب مجموعا ما در افغانستان 5226 واقعی مثبت داریم، 132 واقعی فوتی، 648 واقعی شفایافته داریم. نکته دیگری که تا به حال ما روی از او کار کردیم و به زودی گام عملیش برداشته میشه، اما انگی های لازم با کشورهای موفق در امر مبارزه علیه کرونا است. کشورهای همسایه و کشورهای جهانی که تجربه موفق مبارزه علیه کرونا را دارند، ما از طریق نشست‌های مجازی، مجراهای دیپلماتیک و وزارت محترم خارجه گام‌های را به زودی نهایی می‌کنیم که اولین نشست را با کشور ایران و بعد با چین، بعد با ترکیه و کشورهای موفق و با تجربه دیگری برگزار بکنیم که آگاهی عامه صورت بگیرد. روغتیایی چارواکی له هېوادوالو غوښتنه کوي چې سپارښتنو ته یې پام وکړي او لازم تدابیر ونیسي.